زهیر نوشته پائولو کویلو ترجمه آرش حجازی با صدای هلیا مقصودی قسمت شانزدهم بازگشت به ایتاکا امشب اینجا میخوابیم و فردا با اسب راه میافتیم ماشینم نمیتونه از این منطقه استپ بگذره در یک جور پناهگاه زیرزمینی هستیم که ظاهرا از جنگ جهانی دوم مانده. آقایی با همسر و نوش به ما خوش آمد می گوید و اتاق ساده اما تمیزی را نشانمان می دهد. دوست ادامه داد. یادت نره. اسمی برای خودت انتخاب کن. میخایل گفت فکر نمی کنم خیلی هم مهم باشه. دوست اصرار کرد. خیلی هم مهمه. اخیرا با زنش بودم. میدونم چطور فکر میکنه. میدونم چه چیزی رو پیدا کرده. میدونم منتظر چیه. صدایش مهربان اما محکم بود. بله. اسمی انتخاب میکردم. کاری را که پیشنهاد میکرد اینن انجام میدادم. همچنان سعی می کردم سرگذشت شخصیم را کنار بگذارم و وارد افسانم بشوم و نه به خاطر خستگی مفرد. خسته و فرسوده بودم. شب قبل فقط دو ساعت خوابیده بودم. بدنم هنوز با تفاوت ساعت قابل توجه سازگار نشده بود. به وقت محلی حدود ساعت یازده شب رسیدیم به آلماتا آتا. حالان که در فرانسه ساعت شش بعد از ظهر بود. میخایل مرا در هتل گذاشت. چرتی زدم. سپیددم بیدار شدم. به چراغها در پایین نگاه کردم. فکر کردم در پاریس وقت شام است. گرست بود. پرسیدم می شود سرویس داخل اتاق هتل چیزی برایم بیاورد. البته اما باید سعی کنین بخوابید وگرنه بدنتون همچنان طبق ساعت اروپا کار میکنه. بدترین شکنجه برای من این است که به خودم فشار بیاورم تا بخوابم. ساندیویچی خوردم و تصمیم گرفتم قدم بزنم. از مسئول پذیرش هتل همان سوال همیشگی را کردم. بیرون رفتن در این ساعت خطرناکه؟ گفت نه. شروع کردم به قدم زدن در آن خیابان‌های خلوت، کوچه های باریک، خیابان های پهن، شهری مثل هر شهر دیگر. با تابلوهای نئون منور با اتومبیل‌های پلیس که هر آزگاهی رد می‌شد گدای اینجا فاهشه ای آنجا باید مدام با صدای بلند تکرار می‌کردم تو قزاقستانم وگرنه نه فکر می‌کردم در محله‌ای ناآشنا در پاریسم. آنقدر به شهر خلوت گفتم تو قزاقستانم تا صدایی جواب داد معلوم تو قزاقستانی از جا پریدم کنارم در آن ساعت شب مردی کنار میدان نشسته بود و کول پشتیش هم بغلش بود بلند شد خودش را یان معرفی کرد متولد هلند و اضافه کرد اینم میدونم که برای چی اومدین اینجا. دوست میخایل بود؟ کسی از پلیس مخفی تعقیبم کرده بود؟ برای چه کاری؟ همون کاری که من میکنم. از استانبول ترکیه تا اینجا. زیارت جاده ابریشم. نفس راحتی کشیدم و تصمیم گرفتم صحبت را ادامه بدهم. پای پیاده ظاهرا دارین از آسیای میانه میگذرین مجبور بودم از زندگیم راضی نبودم هم پول داشتم هم زن و بچه در روتردام کارخونه تولید جوراب زنانه داشتم زمانی هدفم رو مبارزه میدونستم میخواستم خونوادم سر و سامون بگیره حالا دیگه نمیدونم هر چیزی که قبلا شادم میکرد امروز کسل کننده و خسته کننده شده برای نجات زندگی زناشویی و عشقم به بچه ها و علاقم به کارم تصمیم گرفتم دو ماه به حال خودم باشم و از دور زندگیم رو ببینم دارم نتیجه میگیرم در این ماه های اخیر منم همین کار رو کردم. این جاده خیلی زائر داره. خیلی. خیلی خیلی زیاد. مشکلات امنیتی هم زیاده. وضع بعض سیاسی بعضی از کشورها خیلی پیچیده است. خیلی ها هم از غربی ها متنفرن. اما همیشه راهی پیدا میشه. در تمام تاریخ به زائرها احترام میذارن. به شرط اون که ثابت کنن جاسوس نیستن. اما انگار قصدتون این نبوده؟ پس در آلماعاتا چی کار میکنی؟ همون کاری که شما میکنی. اومدم راهی رو تموم کنم. شما هم خوابتون نبرده؟ تازه بیدار شدم. باید زودتر راه بیفتم تا شب نشده به شهر بعدی برسم. وگرنه باید امشب رو در سرمای استب بگذرونم که باد درون هیچ وقت قطع نمیشه. پس خیر پیش. کمی دیگه میمونم. باید حرف بزنم. باید تجربم رو انتقال بدم. بیشتر زائرها انگلیسی بلد نیستن. بعد شروع کرد به تعریف زندگیش. سعی کردم اطلاعاتم را درباره جاده ابریشم به یاد بیاورم. همان جاده تجاری کوهنی که اروپا را به کشورهای شرق می پیوست. راه سنتی تر از بیروت آغاز می شد. از آنتیوخ می گذشت و به ساحل رود زرد در چین می رسید. اما بعد این جاده در آسیای میانه به نوعی شبکه مبدل شد. جاده های فرعی از آن منشعب می شد و کنار این جاده ها مراکز تجاری به وجود آمد که بعدها مبدل به شهر شد. قبایل رقیب این شهرها را نابود کردند. اهالی آنها را باز ساختند. دوباره نابود شدند و دوباره رستاخیز یافتند. هرچند همه چیز از آن جاده می گذشت. طلا، جانوران عجیب و غریب، آج، قلات، عقاید سیاسی، گروه های پناهنده از جنگ های داخلی، راهزن های مسلح، جنگجویان خصوصی برای محافظت از کاروانها اما نادرترین و پرطرفدارترین کالا ابریشم بود آین بودا هم به لطف یکی از انشعابات این جاده از هند به چین رسید مرد هلندی بعد از توصیف کوهها دشتها قبایل عجیب و غریب و مشکلات همیشگی با گشت ها و پلیس های کشورهای مختلف گفت از آنتیوخ فقط با دیویس دلار راه افتادم. نمیدونم منظورم و میفهمین یا نه. اما باید میفهمیدم که آیا دوباره میتونم همونی بشم که هستم؟ بیشتر از اون که فکر کنید میفهمم. مجبور شدم گدایی کنم و صدقه بخوام. عجیب اینکه که مردم خیلی سخاوتمندتر از اونن که فکر میکردم. گدایی؟ با کنجکاوی به لباس و کولش نگاه کردم تا آن نماد قبیله را ببینم. اما چیزی ندیدم. تا حالا به یک رستوران ارمنی در پاریس نرفتین؟ به رستوران های ارمنی زیادی رفتم اما در پاریس هرگز. کسی به اسم میخایل رو میشناسین؟ در این منطقه اسم خیلی رایجیه. اگرم بشناسم یادم نیست. متاسفم که نمیتونم کمکتون کنم. نه نه موضوعی نیست. فقط از بعضی تصادف ها متعجبم. ظاهرا در همه جای دنیا خیلی ها دارن نسبت به موضوع مشترکی هوشیار میشن و خیلی شبیه هم رفتار میکنن وقتی آدم دست به این سفرها میزنه اولین احساسش اینه که به جایی نمیرسه دومین احساسش ناامنی و تنهایی شب و روز به دست کشیدن از راه فکر میکنه اما اگر یک هفته مقاومت کنین تا آخرش میرین میفهمم بارها در خیابونهای شهر خاصی به زیارت رفتم اما فقط دیشب به مکانی متفاوت رسیدم میتونم شما رو تبرک کنم؟ نگاه عجیبی به من انداخت. سفر من انگیزه مذهبی نداره. شما کشیشی؟ کشیش نیستم. اما احساس میکنم باید شما رو تبرک کنم. همونطور که میدونین خیلی چیزها شامل منطق نمیشه. مرد هلندی که یان نام داشت و در این زندگی دیگر هرگز او را نخواهم دید سرش را پایین آورد و چشمهایش را بست دستهایم را بر شانه گذاشتم و به زبان مادریم که او هرگز نمی بفهمد دعا کردم امن و امان به مقصدش برسد و با روحی پاک و چشمهای درخشان نزد خانوادهش برگردد. از من تشکر کرد. کولش را برداشت. رو به سوی چین کرد و راهش را پی گرفت. به هتل برگشتم. در این فکر بودم که در تمام عمرم کسی را تبرک نکردم. اما چیزی در دلم می گفت و راست می گفت که دعایم اجابت شده. روز بعد میخائیل دوستی به نام دوست را با خود آورد تا همراه ما بیاید. دوس اتومبیل داشت. همسرم را می شناخت. استبها را می شناخت. و او هم میخواست وقتی من به دهکده اقامتگاه استر میرسم آنجا باشد خواستم اعتراض کنم اول میخاییل حالا هم دوستش احتمالا وقتی به آخر خط میرسیدیم جمعیت زیادی دنبالم راه افتاده بودند و بسته به چیزی که در انتظارم بود دست میزدند یا گریه میکردن اما دیگر حوصله حرف زدن نداشتم. فردا مجبورشان می‌کردم به قولشان عمل کنند. اجازه نمی‌دادم کسی شاهد آن لحظه باشد. سوار ماشین شدیم و مدتی در جاده ابریشم پیش رفتیم. پرسیدند آیا این جاده را شناسم؟ برایشان گفتم دیشب با زائری آشنا شدم. گفتند تعداد این سفرها هر روز بیشتر می شود و خیلی به نفع صنعت جهانگردی کشور است. دو ساعت بعد از جاده اصلی به داخل جاده فرعی پیچیدیم و سرانجام به پناهگاهی رسیدیم که الان در آنیم. ماهی میخوریم و به صدای ملایم باد استپ گوش می دهیم. دوس عکسی از یکی از تابلوهای نقاشیش نشانم داد. یکی از آن پارچه های خونالوت هم در تابلوش بود. گفت استر برای من خیلی اهمیت داشت. منم دلم میخواست از اینجا برم. مثل اولگ. بهتر میخوایی صدام کنی. ممکنه اشتباه کنه. آرزو داشتم از اینجا برم مثل خیلی از همسن و سالهای دیگرم. یه روز اولگ یعنی میخاییل تلفن کرد. گفت کار فرماش تصمیم گرفته مدتی رو در استپ بگذرونه و میخواد من کمکش کنم. قبول کردم. فکر کردم اقبال سراغم اومده. فکر کردم همون مزایایی که نصیب میخایل شد گیر منم میاد. ویزا، بیلیت کار تو فرانسه از من خواست اونو به دهکده بسیار دور ای ببرم که در یکی از سفرهاش از اون گذشته بود. دلیلشو نپرسیدم. فقط اطاعت کردم. در راه اصرار کرد به خونه کوچ نشینی بریم که سالها قبل دیده بود. با کمال تعجب فهمیدم که میخواد پدر بزرگ منو ببینه. اونو پذیرفتن و مثل همه ساکنان این استب بی نهایت ازش پذیرایی کردند. پیرمرد بهش گفت فکر میکنی غمگینی اما در واقع روحت شاد و آزاده و انرژی عشق دوباره در تو به گردش در اومد. و به او اطمینان داد که این موضوع بر تمام دنیا تاثیر میگذاره از جمله بر شوهر خودش چیزهای زیادی درباره فرهنگ استب به اون یاد داد و بعد هم از من خواست باقی چیزها رو بهش یاد بدم آخرش هم به این نتیجه رسید که استر برخلاف سنت میتونه همین اسم خودش رو حفظ کنه. همونطور که اون از پدر بزرگم یاد می گرفت منم از اون یاد می گرفتم. فهمیدم لازم نیست مثل میخائیل به دور دست ها سفر کنم. مأموریت من موندن در این فضای خالی در استپ بود. باید رنگ های استپ رو درک می کردم. باید این رنگ ها رو به تابلوی نقاشی مبدل می کردم. این داستان آموزش به زنم رو خوب نمیفهمم. پدربزرگت پدر بزرگت گفته همه چیز رو باید فراموش کنی. دست میگوید فردا نشونتون میدم و روز بعد نشانم داد. و نیازی به گفتن چیزی نبود. استپ بی پایان را دیدم که شبیه بیابان بود اما گیاهان پست آن را سرشار از زندگی کرده بودند. افق گسترده را دیدم. آن فضای خالی عظیم. صدای یراق اسب ها باد آرام و در اطرافمان من هیچ نبود مطلقا هیچ نبود انگار دنیا آن منطقه را انتخاب کرده بود تا عظمتش را نشان دهد و همزمان سادگی و پیچیدگیش را نشان بدهد انگار می توانستیم و باید مثل استپ باشیم خالی بی پایان و همزمان سرشار از زندگی به آسمان آبی نگاه کردم عینک آفتابیم را برداشتم گذاشتم آن نور غرقم کند و در این احساس قوتور شوم که همزمان در هیچ کجا و همه جایم سوار بر اسب در سکوت پیش رفتیم فقط برای آب دادن به اسب ها در جویبارهایی توقف می کردیم که فقط افراد بومی جایشان را می دانستند. هر از دور سوارهای دیگر یا چوبانهایی را با گله هاشان می دیدیم که دشت و آسمان آنها را قاب گرفته بود. کجا می رفتند؟ تصوری نداشتم. برایم مهم هم نبود. زنی که دنبالش می گشتم در آن فضای بی پایان بود. روحش را لمس می کردم. ترانه ای را می شنیدم که موقع گلیم بافی می خاند. حالا می فهمیدم چرا اینجا را انتخاب کرده. اینجا هیچ چیز. مطلقا هیچ چیز نبود که حواس انسان را منحرف کند. اینجا بود آن فضای خالی که آنقدر دنبالش میگشت و بادی که اندک اندک دردش را به دور دست ها میوزاند. فکرش را میکرد که روزی من بیایم اینجا و سوار بر اسب به دیدنش بروم. بعد حضور بهشت از آسمان فرود آمد. نوعی آگاهی به من دست می دهد. پی می برم که در زندگیم لحظه فراموش نشدنی را پشت سر می گذارم. اغلب تنها موقعی به این آگاهی می رسیم که آن لحظه جادویی دیگر گذشته. یک سر آنجایم بی گذشته بی آینده مطلقا متمرکز بر آن روزم بر آهنگ سم اسب که با نظمی یک نواخت تکرار می شود بر لطافت باد که صورتم را می نوازد بر لطف نامنتظره تأمل بر آسمان بر زمین بر آن مردها وارد نوعی حالت نیایش و خلصه می شوم به خاطر زنده بودنم سپاس گذارم. زیر لب دعا می خانم. به صدای طبیعت گوش می دهم و پی می برم که جهان نامرئی هموار خود را در جهان مرئی منعکس می کنم. از خدا سوال هایی میپرسم. همان سوال هایی که در کودکی از مادرم میپرسیدم. چرا بعضی ها را دوست داریم و از بعضی ها بدمان می آید؟ بعد از مرگ کجا می رویم؟ ما که قرار است بمیریم. چرا به دنیا میاییم؟ خدا یعنی چه؟ و استپ با زمزمه مداوم بادش پاسخ میدهد و این کافی است همین که بدانیم در زندگی هرگز برای سؤالهای بنیادیمان پاسخی نخواهیم یافت و با این وجود می توانیم پیش برویم موقعی که در افق چند کوه ظاهر شد دوست گفت توقف کنیم. جویباری را کنارمان دیدم. همینجا خیمه میزنیم. کوله ها را از پشت اسب ها پایین آوردیم و چادر را برپا کردیم. میخائیل شروع کرد به کندن حفره بر زمین. این روش کوچ نشیناست. حفره ای میکنیم. تهش را با سنگ میپوشونیم. روی لبه حفره هم سنگ میذاریم و بعد جایی برای روشن کردن آتیش داریم و بادم نمیتونه مزاحم ما بشه. در جنوب بین کوه و ما ابری از قبار بلند شد که بعد فهمیدم از سم اسب توجه همه را به آن جلب کردم. دو همراه هم به سرعت از جا پریدند و احساس کردم نگرانند. اما بعد به روسی چیزی به هم گفتند و آرام گرفتند. دوست دوباره مشغول برپا کردن چادر شد و میخایل هم آتش روشن کرد. میشه بگین چی شده؟ ظاهرا ما رو فضای خالی احاطه کرده. اما خودت دیدی که از کنار چوب پونا، رودخونه ها، لاک پشتا، روباها، و البته اسب سوارها گذشتیم. فکر میکنی تا چشم کار میکنه در اطرافت همه چیزو میبینی. اما اینا یک دفعه از کجا سر میرسن؟ خونشون کجاست؟ گله رو کجا نگه میدارن؟ اما این تصور از خلا فقط توهمه. مدام زیر نظریم و دیگران رو زیر نظر داریم. از نگاه غریبه ای که نشانه های استپ رو نمیخونه همه چیز انگار تحت کنترله و فقط میتونه اسب ها و سوار ها رو تشخیص بده. اما ما که اینجا بزرگ شدیم یورت ها رو میبینیم که با چشمنداز آمیختن. نشانه ها رو میخونیم و نوع و جهت حرکت ها رو میفهمیم. و اما خبر بعد فهمیدن ما به طرف دهکده پای اون کوه ها میریم. برای کشتن این میخائیل جادوگر که دخترهای نامرئی رو میبینه و مردی که میره مزاحم آرامش اون زن خارجی بشه آدم فرستادن. و بعد قاه قاه خندید. سب کن. الان میرسن اینجا و خودت میفهم. سوارها به سرعت نزدیک میشدن. کمی که گذشت پی بردم ماجرا چیست. به نظرم عادی نیست. مردی داره زنی رو تعقیب میکنه. عادی هم نیست اما بخشی از زندگی ماست. زن با تازیانه بلندی در دست به ما رسید. با لبخند خطاب به دوست فریادی زد که به خوشامدگویی آمدگویی میمانست و بعد به تاخت شروع کرد به چرخیدن دور محل خیمه زدن ما. مدتی بعد مرد هم رسید. خیس عرق. اما با لبخند به سرعت به ما خوش آمد گفت و در همان حال سعی داشت خودش را به آن زن برساند. میخایل گفت آلا باید نرمتر باشه. این کارا لازم نیست. دوست جواب داد دلیلش دقیقا همینه. لازم نیست. لازم نیست نرم باشه. کافی زیبا باشه و اسب خوبی هم داشته باشه. اما با همه همین کار رو میکنه. دوست با غرور گفت من اونو از اسب پایین کشیدم. حالا که انگلیسی حرف میزنین یه جوری حرف بزنین که منم بفهمم. زن خندید. سرعتش مرتب بیشتر میشد و خنده های شادش در استپ میپیچید. یک جور لوندیه به این کار میگن او یا به زیر کشیدن دختر از اسب. همه ما یه موقعی تو بچگی یا جوونی این کار رو کردیم. مرد که زن را تعقیب می کرد هر لحظه به او نزدیک تر می شود. اما همه ایمان می دیدیم که اسبش دیگر نمی تواند تاب بیاورد. دوست گفت اگه وقت بشه برات از تنگر میگم. تنگر سنت استپه. اما همونطور که این صحنه رو تماشا می کنی باید نکته مهمی رو برات بگم. اینجا در این آب و خاک زن فرمانده است. اول زن وارد میشه. زن نصف مال مرد رو بر می داره. حتی اگه خودش تصمیم به طلاق گرفته باشه. اگر یک مرد زنی رو با دستار سفید ببینه یعنی اون زن مادره و مرد باید دستش رو بذاره بر قلبش و سرش رو به احترام پایین بیاره. حالا ربطش با زیر کشیدن دختر از اسب چیه؟ یک موقعی در دهکده پای اون کوهها، ادهی مرد سوارکار دور این دختر یعنی آلا جمع شدن که محبوب ترین دختر منطقه است و این بازی قیزق و او را شروع کردن این بازی در زمانهای خیلی قدیم اختراع شده موقعی که زنهای استپ جنگجو هم بودند و بهشون میگفتن آمازونها. اون وقتها کسی برای ازدواج از خونوادش اجازه نمی گرفت. خاستگارها و دختر سوار بر اسب جای معینی جمع می شدن. دختر چند بار دور مردها میگشت. میخندید. سر به سرشون می زاشت و با تازیانه می زدشون. بالاخره شجاعترین فرد تصمیم میگرفت دنبالش کنه. اگه نمیتونست در مدت معینی دختر رو بگیره آرزو میکرد تا ابد زیر خاک بره. زیرا اون رو سوارکار بدی میدونستن و این برای جنگجو شرم بزرگی بود. اما اگه میتونست جلو بره از پس تازیانه بر بیاد نزدیک بشه و دختر رو زمین بندازه یک مرد واقعی بود. میتونست دختر رو ببوسه و باهاش ازدواج کنه. البته در قدیم هم مثل حالا دخترها بلد بودن از کسی که نمیخواستن فرار کنن و بذارن کسی که دوستش دارن اونا رو بگیره. ظاهرا آلا فقط قصد تفریح داشت. دوباره از جوان فاصله گرفت و به طرف دهکده راه افتاد. فقط اومده تا خودش رو نمایش بده. حالا که فهمیده داریم نزدیک میشیم میره خبر بده. دو تا سوال دارم. اولی ممکنه مسخره باشه. آیا هنوزم شوهراشون رو اینطوری انتخاب میکنن؟ دوست گفت قیزقو امروز دیگر فقط یک بازی است. همانطور که در غرب مردم لباسهای خاصی می و میروند به کاف بارها و جاهای مدر روز در استبها همین لوند بازی جای قیزق او را گرفته. آلا تا حالا جوانهای زیادی را تحقیر کرده و تا حالا به ادهی هم اجازه داده او را از اسب به زیر بکشند. این اتفاقاتی که در بهترین دیسکوهای دنیا هم میافتد. شاید سوال دومم احمقانه تر باشه. زن من در دهکده پای اون کوهاست؟ دوست سرش را به تایید تکان داد. پس چرا نمیریم؟ فقط دو ساعت راهه و تا شب هنوز خیلی مونده. دو ساعت راهه و به دو دلیل میمونیم. اول اینکه حتی اگر آلا نیومده بود اینجا بالاخره کسی ما رو میدید و به استر خبر میداد که ما در راهیم. حالا با خود استره که بمونه تا ما رو ببینه یا چند روزی به دهکده همسایه بره. اگه بره دنبالش نمیری. قلبم به شدت تکان خورد بعد از این همه زحمت و این همه راه تا اینجا دیگه این حرفو نگو وگرنه معلوم میشه هیچ چیز نفهمیدی چی باعث شده فکر کنی زن محبوبت باید پاداش تلاش تو رو با تسلیم و قدر شناسی و تشکر بده تو به اینجا اومدی؟ چون که بود. نیومدی تا عشق زنت رو بخری. هرچند منصفانه به نظر نمی رسید اما حق با او بود. پرسیدم دلیل دوم چیست؟ چون هنوز اسم تو انتخاب نکردی. میخایل دوباره اصرار کرد. مهم نیست اون نمیفهمه اون جزء فرهنگ ما نیست. دوست گفت اما برای من مهمه. پدر بزرگم گفت باید مراقب اون زن خارجی باشم و بهش کمک کنم. همونطور که اون مراقب من بود و به من کمک کرد. من آرامش چشم هام رو مدیون استرم. میخوام چشم های اونم در آرامش بمون. اون باید اسمش رو انتخاب کنه. باید برای همیشه سرگذشت درد و رنجش رو فراموش کنه و قبول کنه که شخص تازهیه تولد دوباره پیدا کرده و از امروز هر روز دوباره متولد بشه. اگه این کار رو نکنه، حتی اگه دوباره با هم زندگی کنند، دوباره همه ی رنجی که روزی به خاطر اون زن کشیده سراغش برمیگرده. جواب دادم. دیشب برای خودم اسمی انتخاب کردم. پس منتظر غروب میمونیم. اون موقع اسم تو به من میگی. خورشید که به افق رسید به طرف بخشی از استپ رفتیم که در واقع بیابانی بود با تپه های بلند. احساس کردم زمزمه متفاوتی را می یک جور پژواک یا ارتعاش شدید. میخائیل گفت آنجا از معدود مناطق دنیاست که در آن تپه ها آواز میخوانند. در پاریس وقتی از تپه هایی می گفتم که آواز می خونن. فقط وقتی حرفم رو باور کردند که یک آمریکایی گفت اونم همین پدیده رو در شمال آفریقا دیده. در دنیا فقط سی نقطه مثل این وجود داره. امروز کارشناسا همه چیز رو توضیح دادن. این منطقه موقعیت منحصر به فردی داره که باعث میشه باد، به درون دونه نفوذ کنه و این صدا رو به وجود بیاره. اما برای قدما اینجا یکی از نقاط جادویی استپه. برات افتخار بزرگیه که دوست تصمیم گرفته اسمت رو اینجا بشنوه. از تپهی بالا رفتیم و همانطور که پیش می رفتیم آن زمزمه شدیدتر و شدت باد بیشتر میشد. وقتی به نوک تپه رسیدیم کوههای نکتیزتر را در جنوب و دشت پهناور پیرامونمان را میدیدیم. دست گفت رو کن به غرب لباست رو هم در بیار. بیان که دلیلش را بپرسم دستورش را اطاعت کردم. کم کم سردم می شد. اما انگار چندان نگران سلامتی من نبودند. میخائیل زانو زد. ظاهرا دعا می خاند. دست به آسمان، به زمین و به من نگاه کرد و دستهایش را بر شانه هایم گذاشت. دقیقا همان کاری که من نادانسته با آن مرد هلندی کرده بودم تو را به نام بانو تقدیس می کنم تو را با زمین تقدیس می کنم که بانوست تو را به نام روباه و گوزن و اسب تقدیس می کنم تو را با جهان تقدیس می کنم باشد که تو را در راه یاری دهند به نام استپ که بی نهایت است تو را تقدیس می کنم. تو را با خرد مطلق تقدیس می کنم باشد که تا پایان عمر همراهت باشد. نامت را برگزیده ای. اینک آن را نخستین بار بر زبان می آوری. جواب دادم به نام استپ بی نهایت نامی بر گذینم. نپرسیدم پاسخم مطابق آیین است یا نه اما زمزمه باد در تپه ها راه نماییم می کرد قرن پیش شاعری از زیارت مردی به نام اولیس سخن گفت و از سفر بازگشت او به ای به نام ایتاکا که محبوب دلبندش در آن منتظرش بود. خطرهای فراوان بر سر راهش دید و توفانهای رفاه جویی وسوسهش کرد. در طول سفر به قاری رسید که در آن قولی یک چشم زندگی می کرد. قول نامش را پرسید. اولیس گفت هیچ کس. با هم جنگیدند. اولیس با شمشیرش تنها چشم قول را کور کرد و دهانه قار را با سنگی بست. یاران قول فریادهایی شنیدند و به نجاتش آمدند و سنگ را بر دهانه قار دیدند. از قول پرسیدن چه کسی این کار را کرده؟ قول جواب داد هیچ کس، هیچ کس پس خطری جامعهشان را تهدید نمی کرد و رفقای قول پی کار خودشان رفتند اولیس هم توانست راهش را به سوی زنی ادامه بدهد که منتظرش بود. اسم تو اولیس. اسم من هیچ کسه. بدنم می لرزید. انگار هزاران سوزن در پوستم فرو می رفت. بر سرما تمرکز کن تا دیگه نلرزی. بذار سرما تمام فکرت رو اشغال کنه تا برای چیز دیگه ای جایی نمونه تا سرما یار و همراهت بشه سعی نکن سرما رو مهار کنی به خورشید فکر نکن که وضع رو بدتر میکنه وگرنه میفهمی که چیزی مثل گرما هم وجود داره و اون وقت سرما احساس میکنه خواسته و مطلوب نیست میدانستم سرما هم میتواند مثل عشق آدم را بکشد عضلاتم منقبض و منبسط میشد تا انرژی تولید کند و بدنم را زنده نگه دارد اما دستور دوست را اجرا کردم به او اعتماد داشتم به آرامش و محبت و اقتدارش اعتماد داشتم گذاشتم سوزنها پوستم را سوراخ کنند عضلاتم بجنگند دندانهایم بر هم بخورد و در همان حال در ذهن تکرار میکردم نجنگیم سرما دوست ماست عضلات اطاعت نمیکردند تا پانزده دقیقه به همین حال ماندیم تا وقتی که دیگر نیرویی برایشان نماند و از انقباز دست کشیدند. وارد نوعی حالت مدهوشی شدم. گفتم میخواهم بنشینم اما میخاییل مرا گرفت و سر پا نگه داشت. دس همچنان با من حرف میزد. کلماتش انگار از دور دست ها از جایی که استپ به آسمان می رسید. خوش آمدی ای کوچ نشینی که استپ را زیر پا می گذاری. خوش آمدی به جایی که همواره می گوییم آسمان آبی است هر چند خاکستری باشد. چرا که ما رنگ پشت ابرها را می شناسیم. خوش آمدی به جایی که زنها رزماورند و مردها هموار آنان را قدر می نهند. خوش آمدی به منطقه تنگرها. خوش آمدی به من اینجایم تا تو را بپذیرم و جستجویت را ارج نهم. خوش آمدی به سوی آنکه در پایان این گام، از راه توست باشد که آن زن تو را با آغوش و قلب باز بپذیرد عشقش را به تو و به گامهای خستت نشان دهد خوش آمدی ای کوچ نشین سبک روح دل مهربان آهن اراده میخائیل بر زمین نشست و چیزی برای نوشیدن به من داد که خونم را گرم کرد. دوست کمکم کرد لباس بپوشم. از تپه هایی که با هم حرف میزدند پایین آمدیم. سوار اسب شدیم و به اردوگاه دست سازمان برگشتیم. هنوز شروع نکرده بودند به آشپزی که به خواب عمیقی فرو رفتم. پایان قسمت شانزدهم